بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، خدمت همگی شما عزیزان سلام عرض میکنم و خوشحالم که در یک بعد از ظهر دیگر، البته به وقت میهن عزیزمون ایران، با شما عزیزان همراه هستیم. میدونید که این برنامه فقط با هدف دامن زدن به بحث مربوط به چگونگی همسویی یا ائتلاف و همکاری بین نیروهای اپوزیسیون در شرایط حساس کنونی به راه افتاده و ما همچنان کوشش میکنیم که هر روز در طول هفته با یکی از شخصیت‌های سیاسی کشورمون، کسانی که صاحب نظرن، کسانی که به عنوان سخنگویان و رهبران گروه‌های مختلف اپوزیسیون هستند و چه در عرصه مسائل فرهنگی هم اگر فعالیتی دارن، دعوت میکنیم تا نظرشون رو درباره این موضوع بپرسیم. مهمان عزیز برنامه امروز ما جناب دکتر منوچهر گنجی هستند که بسیاری از شما همیهنانمون با چهره و نام ایشون آشنایی دارید. اما به رسم معمول این برنامه شرح حال کوتاهی از هر مهمانی که در این برنامه شرکت میکنه خدمتتون همیشه به اصطلاح عرضه کردیم. دکتر منوچهر گنجی در سال 1309 در ایران به دنیا اومده و بعد از پایان تحصیلات متوسطه به امریکا میرن و در رشته حقوق در امریکا، در سوئیس و در انگلستان مراحل مختلف تحصیلاتی خودشون رو پشت سر میگذارن و با عکس مدرک دکترا به امریکا میرن دوباره و در اونجا 4 سال تدریس میکنن و پس از اینکه به ایران برمیگردن به عنوان ابتدا استادیار دانشکده حقوق و سپس به عنوان استاد دانشگاه و بعد از اون رئیس دانشگاه حقوق، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، به فعالیت خودشون ادامه میدن. اما در سال 1357 دکتر گنجی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به خدمات خودش همچنان در ایران ادامه میده و پس از اون در کابینه به اصطلاح دکتر شریف امامی نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش فعالیتشون رو ادامه میدن تا پایان روزهایی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز میشه و به ناچار از ایران خارج میشن و با تأسیس و یا بنیان گذاشتن سازمان درفش کاویانی به فعالیت‌های سیاسی و روشنگری خودشون علیه حکومت اسلامی ایران ادامه میدن. به عبارت دیگه مهمان امروز ما علاوه بر این که به عنوان یکی از چهره‌های روشنفکری و علمی و فرهنگی جامعه ما هستند، در عرصه سیاست و امر مملکت داری نیست در دوره‌های حساسی از کشور ما شرکت داشتند و سهم قابل توجهی. اجازه بدید با این شرح حال کوتاه که احتمالاً ممکنه نواقصی هم درش بوده باشه، خدمت دکتر منوچهر گنجی عزیز سلام عرض بکنم و از اینکه دعوت من رو پذیرفتن که تا در این برنامه شرکت کنن ازشون سپاسگزاری بکنم. درود بر شما جناب گنجی. درود بر شما جناب اعتمادی. خیلی ممنون از دعوتی که از من کردین. من فقط یه توضیح بدم، من کارم وزارتم رو با مرحوم هویدا شروع کردم، بعد از اون در کابینه آموزگار بودم، بعد آخر سر در کابینه آقای شریف امامی. بله، ممنون از این اصلاحی که کردین جناب گنجی عزیز. عرض کنم که جناب گنجی، همونطور که در ابتدا خدمتون عرض کردم، ما در این برنامه از مهمانامون فقط در مورد وضعیت سیاسی کنونی کشورمون به اصطلاح پرسش‌های رو طرح می‌کنیم و پس از اون برای به اصطلاح پیدا کردن یک راه حل مناسب در برابر نیروهای اپوزیسیون که الان چه وظیفه‌ای دارن و چه باید بکنن به پرسش‌هامون ادامه میدیم. اما در ابتدا خواستم ازتون خواهش بکنم و بپرسم، با توجه به وضعیتی که الان در ایران وجود داره، اعتراضاتی که در طی یک سال گذشته از سوی گروه‌های مختلف مردم در ایران انجام گرفته و وضعیت سیاسی که رژیم باش مواجه است، فشارهای بین‌المللی، بحران‌های اقتصادی و تمام این مسائل و معضلاتی که الان در جامعه به وجود اومده، شما این وضعیت رو چگونه میبینید و نظرتون در این باره چیست؟ خب من گمان میکنم که مردم ایران به خوبی میبینن که وضع زندگیشون چگونه هست. امروز در ایران همونطور که خودتون به خوبی میدونین، بیش از 50% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن.
بیکاری، کمکاری، اقلن همین 40% از مردم در بیکاری و کمکاری وضعشون هست. خشونت رژیم رو همه میدونن، قانون قصاصش رو، رفتار با زنان رو، رفتار با نویسندگان رو، رفتار با دیگراندیشان رو و نداشتن امکانات اینکه از یک زندگی مرفهی و متعادلی برخوردار باشن. مردم ایران از همه ما به خوبی میدونن. یک گروهی منابع کشور رو در دست خودش گرفته، در زندگی میکنه تو قصرهای خیلی مجلل خودش و توده مردم ایران در فقر و فاقه و مملکت ایران در ویرانی، در شرایط ویرانی قرار گرفته. آب در مملکت ما مسئله است، هوای مملکت ما آلوده است و زمین خاک مملکت ما که 50 سانتی رو خاک زنده است و بقیهش خاک مرده است که برای 1 سانتی‌مترش اقلن 20 سال وقت میبره تا اون 1 سانتی‌متر رو هوا و آفتاب و غیره تبدیل کنه به خاک رو، شسته میشه و دائم خاک روی ما رفته توی رودخانه ها، دریا و برخزه. و اتفاقا خاک رو هم اینا در سالهای اخیر به کشور خلیج فارس اون 40-50 سانتی که خاک ارزشمنده دارن میفروشن در نقاط مختلف کشور. خب با این شرایط مردم ایران چگونه به تو زندگی کنن؟ اینه که مردم میخوان از شر این رژیم راحت بشن، میخوان یه نظامی باشه در مملکت که از زایده باشه از خواست عمومی مردم ایران و یه زندگی مرفهی داشته باشن و با تمام کشورهای دنیا رابطه عادی کشور ایران داشته باشه و بتونه منافع خودش رو تامین بکنه. این چیزیست که روز مردم ایران میخوان. جناب گنجی عزیز، شما با توجه به اینکه در سال 57 به حال به نوعی شاهد حوادث سیاسی که در کشور ما رخ داد و سرانجام منجر به کنار زدن رژیم گذشته شد و روی کار آمدن رژیم مذهبی و یا حکومت اسلامی بودید و امروز هم به هر حال از دور شاهد اتفاقات شاید مشابهی هستید که اعتراضات وسیع در بیش از 100 شهر به کشور ما در طی 1 سال گذشته شکل گرفته و همطور که خودتونم فرمودید به خاطر کاستی ها و مشکلات اقتصادی عمدتا این وضعیت پیش اومده، منتها با یک تفاوت که در اون دوران با توجه به اتفاقاتی که افتاد کسی به نام آیت الله خمینی پا به میدان گذاشت و یا به هر حال سازماندهی شد یا هر اتفاق دیگری و بس پس از اون عده‌ای هم در اطراف او جمع شدند و سوار بر موج این اعتراضات شدند و اون اعتراضات رو تبدیل کردن به یک حرکت سیاسی که سرانجام انحلال حکومت قبلی رو به بار آورد. امروز با توجه به این تشابهاتی که وجود داره چه چیزی به نظر شما کمه؟ چرا به نظر نمیرسه که این اعتراضات هنوز سرنگونی و یا انحلال حکومت اسلامی ایران رو هدف خودش قرار نداده، بلکه تا اونجا که میبینیم شعارها بیشتر شعارهای مطالباتی است و شعارهای اقتصادی است به یک معنا. شما نظرتون در این باره چیه؟ خب 40 سال پیش همونطور که گفت فرمودین مردم ایران خیلی خوشباور فکر کردن که یک کسی که در عراق بعد رفت در پاریس نشست و با حرفایی که میزنه بهشت رو میاره براشون و زندگی رو یک چیزی که در دنیا سابقش هم وجود نداشت براشون فراهم میکنه. گول خوردن، خودشون گول خوردن و آقای خمینی رو امریکا و انگلیس و فرانسه رفتن در گوادلوپ نشستن با آلمان و با همدیگه تصمیم گرفتن که خمینی رو کمکش کنن که بیاد به ایران و رژیم پادشاهی رو از ایران به محمد رضا شاه پهلوی هم فشار آوردن که ایران رو ترک کنه. مردم ایران هم خیلی خوشباور فکر میکردن که بهشت بر این داره میاد.
انقلابی کردند، انقلابی که امریکا کرد و فرانسه کرد و انگلیس کرد و یعنی فشار کمکی که کردن خمینی رو با طیاره آوردن به ایران و اون استقبال عظیمی که ازش کردن و مردم ایران فکر کردن بهشت برای این میشه کشور و اون حال کشور ما رو اینا در 40 سال مردم ایرانیان به خوبی فهمیدن حالا دیگه که اینا آدمایی نیستن که کمکی بکنن به اینکه بهبودی پیدا کنه زندگی مردم ایران و استقلال کشور ما حفظ بشه و کشور ما به جلو بره. بنابراین سالی الان اقلن من فکر میکنم 30 ساله که مردم ایران مبارزه میکنن برای آزادی ایران، چون بعد از 15 سال 17 سال فهمیدن، بعد از جنگ در زمان جنگ ایران و عراق فهمیدن که این رژیم چگونه رژیمیه. از اون وقت تا به حال مبارزه میکنن و تمام این سالها کشورهای غربی و کشورهای ثروتمند حمایت کردن از این رژیم به علت اینکه منافع اقتصادیشون تامین میشده و حالا اختلافاتی هست بینشون تا اندازه، ولی ما به این چیزا، مردم ایران به این چیزا نباید توجه کنن. ایران رو مردم ایران آزاد میکنن و ایران در ایران آزاد میشه و امکانات ماست و کشورهای دیگه از این شرایط در چنین شرایطی با هم مردم متحد شدن، سازمان دادن، تشکیلات دادن، کشورشون رو آزاد کردن. ما هم باید همین کار امروز بکنیم، چیزیست که تجربیات دیگران رو باید ببینیم به خوبی، ازش از تجربیات کشور مستعمرات اروپایی در افریقا، از کشورهای آسیایی که استقلال پیدا کردن، هند چگونه استقلال پیدا کرد، پاکستان چگونه استقلال پیدا کرد، برمه و غیره و زالک اینا، ببینیم اونا چی کار کردن، مطالعه بکنیم، ما هم برنامه‌ریزی بکنیم، با هم متحد بشیم کشورمون رو آزاد بکنیم. تعارفی که دارم همینه. جناب گنجی، امیدوارم که بتونیم تو این برنامه در مورد این چگونگی سازمان دادن این اعتراضات رو هم بهش برسیم. منتها اجازه بدید بر اساس فرمایشات شما، اینکه فرمودید که در دوره گذشته فشارهای بین المللی از طرف قدرت‌های جهانی و همچنین به اصطلاح پشتیبانی کردن از خمینی شرایط رو آماده کرد، اعتراضاتی هم از سوی مردم در خیابان‌ها جاری بود و در نتیجه شرایط آماده شد برای کنار زدن رژیم گذشته. امروز اعتراضات مردمی وجود داره. آیا فکر نمی کنید؟ منتها مسئله فشار آوردن قدرت‌های خارجی همونطور که خودتونم فرمودید به طور مستقیم صورت گرفت. نمایندگان دولت وقت امریکا به ایران اومدن و ظاهراً به نظر میرسه که از شاه خواستن که کشور رو ترک بکنه. ولی امروز این اتفاق نیفتاده. آیا فکر نمی کنید این فشار کشور خارجی با همین تحریم هایی که الان داره انجام می گیره به ویژه از سوی امریکایی ها به معنای دیگر همون نقش فشاری است که در دوره رژیم گذشته به طور مستقیم انجام گرفت ولی الان به طور غیر مستقیمه؟ منتها نکته دیگر این که در اون زمان یه فاکتور دیگه وجود داشت و اون فاکتور رهبری اعتراضات مردم بود که به دست خمینی افتاد. امروز آیا فکر نمی کنید این فاکتور وجود نداره؟ یعنی فشارهای بین المللی هست، اعتراضات مردم هست، اما فاکتور رهبری وجود نداره. نظر شما در این مورد چیه؟ خب یک فرق عمده اون زمان و امروز اینه که امروز این رژیم از حمایت روسیه و چین هم برخورداره، این رو بگیم خیلی زیاد با همدیگه در با روسیه در سوریه دارن می جنگن، نیروهاشون بغل هم دست همدیگه، با همدیگه توی یمن دارن روسیه همکاری میکنن با ایران در یمن و کشور در واقع تا اندازه زیادی روسا دارن یه بخشی از ایران رو در دست خودشون دارن بدون که ما ببینیم میگردون و چینیان همینطور جنس های بنجل چینیه که دارن میریزه به ایران به قیمت های عجیب غریب، مردم راهی ندارن جز این که بخرنش و فکر میکنم بهترین رو دارن،
در تجارتشون چینیا برنده. پولاشون هم اینا دوزیایی که کردن یه مقداری تو چین و یه مقداری تو روسیه گذاشتن. آقای خامنه‌ای یه ثروتی در حدود اقلن امروز مینیمم 30 میلیارد دلار داره در خارج. برده در خارج، پول ایران. مردم ایران اصلا صداشون در نمیاد در این زمینه. اون روزا فکر میکردن که وحشتناکه. میگفتن منوچهر گنجی 28 میلیون دلار برده بیرون. من یک قرون در یک بانک خارج نداشتم، در هیچ بانکی. من از زمانی که تحصیلم تموم شد اومدم به ایران در هیچ بانک خارجی هیچ حسابی نداشتم. گفتن 28 میلیون دلار برده بیرون. یه دفعه همه فکر کردن واو چه حقیقتیه. یادم میاد که من وقتی اون روز میرفتم به وزارت دادگستری، دکتر شاهکار بود، گرفته بودم به عنوان وکیل که علیه اون نماینده مجلس آدم دروغگوی که در امریکاست الان به اسم اخباری و حالا قایم کرده خودش، چون من میتونم ببرمش اینجا هم به دادگاه مال همون زمان رو. اون اومد تو مجلس گفت من بردم و برای دیگران هم همینطور پاپوش میدوزیدن دیگه، درست میکردن، فکر میکردن اکثر دولت مردان ایران دزدن که چنین چیزی نبود. چرا؟ در خانواده پهلوی پولایی بود اونا به حسابای خارج داشتن، ماها نداشتیم. من نمیدونم چند تا از وزیر داشتم، ولی من خیلی ها میشناسم که یک قرونم در خارج نداشتم. خب با اون ترتیب ما گول خوردیم و اونطور اومدیم بیرون، حمایت کردیم از این دار دسته، بدونیم که بدونیم یکی هم. و اینا حالا 40 ساله بعض مملکت ما رو به این روز انداختن که نه خاکمون رو میتونیم حفظ کنیم، نه آبمون رو میتونیم حفظ کنیم، نه هوای درست حساب میتونیم داشته باشیم، نه مملکتون مردم، مملکتون 50%شون زیر خط فقر زندگی میکنن. شرم‌آوره برای مردم ایران که چنین وضعی رو داره خودشون درست کردن، و شرم‌آوره برای ماها که تماشاچی هستیم که این وضع داره در ایران ادامه پیدا میکنه. خب ایرانیان خارج کشور، داخل کشور در این سالها مبارزاتی کردن، ولی مبارزاتشون اون ثمره‌ای که باید داده باشه که ایران آزاد شده باشه نداده بهشون، به علت اینکه این مقدار زیادش کشورهای خارجی حمایت کردن از این رژیم. حالا تا اندازه بعض اینا بدتر شده، کشور غربی اون حمایت رو به اون شکل نمی کن، ولی چین و روسیه حمایت شدید ازشون میکنن. مملکت ما رو اونا هیچکی به فکر این نیست که ایران خاکش حفظ بشه، آبش حفظ بشه، هواش حفظ بشه، ایران حفظ بشه. فقط ما هستیم، ما این ایرانی هستیم که باید به فکر کشور خودمون باشیم. حالا چه میکنیم؟ اون امریست که شما به خوبیتون برنامه ها دارین راجبش صحبت میکنین و چه میتونیم بکنیم. من چیزی که میتونم، تجربیاتی که میتونم بهتون بگم در این 40 سال، من یه 10 سالی در سازمان درفش کافیانی شب و روزم رو گذاشتم برای این کار. اون روز میگم مسئله‌ای که بر حسابتی هم کامل اومده میگه به 32 سال پیش، 32 سال پیش هیچ کی نبود که به کمکی بکن. امریکا داشت کمک میکرد، امریکا و کشورهای منطقه هم، عراق و امریکا کمک میکردن به دکتر بختیار، و امریکایی داشتن از دکتر امینی بود یه برنامه داشت حمایتش میکردن. دکتر امینی سنش بالا رفته بود، دنبال این بود امریکایی اون برنامه رو کسی گفت. اومدن آقای رضا پهلوی منو معرفی کرد به امریکایی در واشنگتن، آقای شهریار راهی اینا رو برای من تعریف کردن. اومدن سراغ من که آقا ما برنامه داریم در پاریس، داریم میبندنش، آقای امینی اونجا داره چیز میکنه، شما همه ممکن بیا اینجا. من زندگیم گذاشتم و اینا، نونوایی درست کرده بودم توی دلاس، داشتم زندگی میکردم، بعد درسم میدادم، همه رو ول کردم بالا شدم رفتم اونجا. برای چی؟ برای چی؟ برای فقط کشورم، آزادی کشورم. فکر میکنیم پولی به من؟ ابدا. من در چیز که بودم، در امریکا که بودم، در دلاس هم یه نونوایی هم داشتم، ماهی 6-7 هزار دلار زندگی میگشت. اونجا رفتم ماهی 5 هزار دلار، 5500 دلار.
آخری هم که تموم شد بعد از 10 سال شده بود 6300 دلار. مالیات هم از روش برمی داشتن، یک قرون هم کمک دیگری نداشتم، هیچی. هر کی بگه دروغ میگه و بیاد با من صحبت کنه. حسابای بانکی معلومه دیگه، من حساب بانکی یه حساب اونجا در پاریس که بودم، پاریس وا کرده بودم که قحسش دیده میشه. در امریکا هم یه حساب وقتی اومدم اول در اسپوکن وا کردم، اونجا برادرم دکتر طب بود، جراح بود اونجا، از اونجا رفتم به دالاس و حالا بعدم دیگه این امریکایی هم بعد ما فهمیدم، فکر میکردیم که امریکایی واقعا میخوان ایران آزاد کنن. من در اون 10 سال دیدم که 7 نفر از یاران من دست راست و دست چپ هم جمهوری اسلامی ترور کرد و امریکایی هم هر روز کمکشون کمتر و کمتر و کمتر شد، چون ما نمیدونستیم که دائم با ما هستن و یا با رژیم با اونا داشتن صحبت میکردن. این تجربیات بد زندگی است که من در این سالها کسب کردم و فهمیدم. بالاخره بول کردم، من همه چی رو اومدم دوباره امریکا و به گوشه شروع کردم زندگی کار کردن اینا. حالا میدونم که ما خودمون باید یه کاری بکنیم، نه به امریکا، نه به انگلیس، نه به فرانسه، نه به ایکس، نه به ایگره. نمیتونیم وابسته باشیم. هر کیم بره به امریکا یا به چسبه بدون که باخته، به عربستان سعودی هم به چسبه بدون که باخته. عربستان سعودی ما رو نمی دلش برای ما نسوخته، برای خودش سوخته. و ما یک کشوری هستیم امروز 80 میلیون جمعیت، اقلا 6-7 میلیون در خارج، باید بتونیم کشورمون نجاتش بدیم. بنابراین با هم دیگه باید فکر کنیم چیکار میتونیم بکنیم بدون این خارجی ها. اینا تجربیات تلخی بوده که در این 30-40 سال کسب کردیم. هم بختیار کسب کرد، چون امریکایی هم به دکتر بختیار کمک کردن، هم به امینی کمک کردن، هم به سازمان ما کمک کردن، ولی کمک کردن به خاطر خودشون نه به خاطر ما. خیلی هم طبیعیه. با این تجربیات امروز مردم ایران باید اینا رو بدون اینکه چه گذشته ببینن راهشون چیه، راهشون اتخاذ کنن برن جلو. با این 7 میلیون ایرانی در خارج هم باید کمک کنن به ایرانیان داخل کشور، هر طوری میتونن. خیلی از میلیاردرهای ایرانی در خارج در امریکا هستن که اصلا به فکر ایران نیستن و خیلیشون من میبینم بعضی وقتا یه خبری که میشه راه میفتن، فکر میکنم حالا میتونم برن مال و دارایی‌شون که در اونجا ضبط شده بگیرم بیارم بیرون، نه به فکر آزادی ایران. بنابراین کار ساده نیست. یه عده من دیدم که مثل همیهان عزیزم دکتر ایجادی، مثل خود شما، مثل آقای شهرام همایون که میبینم واقعا زندگیش رو گذاشته برای آزادی ایران، یه عده دارین تلاش میکنیم. باید ماها بتونیم هممون دست به دست هم بدیم، هر کاری میتونیم برای کشورمون بکنیم. جناب گنجی عزیز، اما شما به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی معتبر کشور ما هستید و در این زمینه به خصوص برای همسو کردن و هماهنگ کردن نیروهای مختلف اپوزیسیون تلاش میکنید. من خاطرم است که یک بار شما چندین سال پیش، شاید نزدیک به 27 سال پیش، تشریف آورده بودید به سوئد. یه تور دور اروپا بود که شما تلاش میکردید که فعالان سیاسی شهرهای مختلف رو در اروپا ملاقات بکنید. اگر اشتباه نکنم توسط خانم ربیعی در اونجا برای شما همکار شما بودن، پیغام دادن که شما دارین تشریف میارید و قرار بود که من خدمتتون برسم، ولی متاسفانه یه سفر به اصطلاح همزمان پیش اومد و این ملاقات صورت نگرفت. ولی طبیعتا من همیشه فعالیت‌های شما رو تعقیب کردم در این زمینه. سوال به هر حال اینه، شما به عنوان کسی که یا یکی از شخصیت‌هایی که تجربه کار در زمینه ایجاد یک نیروی ائتلافی قدرتمند رو دارید و در این حال تجربه شکست خورده ای که با حمایت و یا کمک قدرت‌های خارجی میشه راهی رو برای نجات ایران به وجود آورد یا پیدا کرد را پشت سر گذاشتید. قاعدتا این برنامه رو بسیاری از دوستان ما میبینن. شما خطاب به این دوستانی که در اپوزیسیون ایران همچنان در حال فعالیت هستند الان چیه؟ چه راهی رو به اونا پیشنهاد میدید که بتونن ضمن حفظ اختلافات نظری که با هم دیگه دارن
اما در یک جبهه واحد و مشترک با هم قرار بگیرن. چگونه میشه این نیروها و شخصیتها رو درون یک جبهه جا داد و تبدیل کرد به یک نیروی آلترناتیو قدرتمند در برابر حکومت اسلامی؟ خب این کاری که در واقع خیلی از مردم خیلی از نقاط مختلف دنیا در 50-60 ببخشید در 100 سال گذشته انجام دادن و ما هم میتونیم درس بگیریم از آنچه که دیگران کردن و آنچه خودمون خواستیم بکنیم و یا در برخی زمینه‌ها موفق شدیم یا موفق نشدیم، ولی امروز سعی کنیم از اون درس بگیریم. بنابراین و کشور به ایرانیان خارج کشور زمانی که خمینی انقلاب کرد و 40 سال پیش اومدن به ایران، ما یه چیز در حدود ماکسیموم 300,000 نفر در خارج کشور ممکن داشتیم ماکسیموم. امروز شما یه چیز در حدود حداقل 6 میلیون ایرانی در خارج کشور، بلکه 7 میلیون ایرانی خارج کشور. بین اینها خیلی از ایرانیان هستن که علاقه دارن کشورشون آزاد بشه، خیلی هاشون هستن که میخوان آزاد بشه، برن مال و دارایشون بگیرن بیارن اینا، حقشون، ولی در مبارزه شاید علاقه ندارن مشارکت داشته باشن. بین این 7 میلیون ایرانی من گمان میکنم یه چیز در حدود، حدس خودمه، یه چیز در حدود اقلا 1 میلیونشون میخوان فعالانه کمک بکنن، میخوان کمک بکنن 1 میلیونشون برای آزادی کشور. متاسفانه ما هم افتادیم تو گروه های مختلف، بعضیمون هر کدومون به دیگری یه تهمت های در گذشته میزدیم که تو چیکار کردی و با کی بودی و کمونیست بودی و با روس با چینیا بودی و با روسا بودی و با امریکایی‌ها بودی و با انگلیسی‌ها بودی و با فرانسوی‌ها بودی و از این صحبت. امروز بعد از 40 سال باید شناخت بهتری از همدیگه داشته باشیم و شناخت بهتری از دنیا داشته باشیم و از کشورمون داشته باشیم. با این شناخت بنابراین امکان این که بتونیم با همدیگه کاری که در گذشته نتونستیم بکنیم امروز انجام بدیم باید امکان پذیر باشه. امروز هم به این سادگی نیست ولی امکان پذیره. چون من مثلا یکی از دوست همیهنانمون کتابش که من خیلی احترام براش قائلم، دکتر ایجادی، کتاب خیلی ارزشمندی داره که اخیراً اومده بیرون و به فارسی هم هست، در فرانسه چاپ شده، در انگلیس چاپ شده، کتاب خیلی آموزنده است و کتاب های دیگری از ایرانیان نوشتن در این مدت. کتاب زندیاد مسعود انصاری کتاباش راجع به اسلام، کتاب های خیلی آموزنده‌ای برای ما و دیگران. بنابراین باید بتونیم امروز ما با هم دیگه، اولا خب مشکلمون این که پراکنده هستیم، بیادمون در سوئدیم، در فرانسه هستیم، در انگلیس هستیم، در امریکا هستیم. نو امریکا هم که خودش مثل قاره است، در نقاط مختلف امریکا پخش و پلا هستیم و امکاناتمون هم محدوده. امکان این که در یه جا جمع بشیم با هم دیگه کار بکنیم اینه محدوده، جمع بشیم برای جلسات میتونیم، ولی خب اونایی هم که با خمینی بودن در نقاط مختلف دنیا پراکنده بودن، اونا هم تونستن اون روز اون کارا رو بکنن و خمینی رو پیدا کنن، برن از عراق برش دارن بیارنش پاریس و دورش جمع بشن و با امریکا با فرانسه یا تماس بگیرن. همون کار رو ما هم باید بتون بکنیم. امروز شرایط ایران به مراتب بهتر از 1978 در زمان رژیم گذشته است. تعداد ایرانیان در خارج گفتم که خیلی بیشتره و مراتب بیشتره. تعداد ایرانیان ناراضی در داخلم به مراتب آگاه در داخلم
به مراتب بیشتره و امکانات ما، امکانات تکنولوژیکی برای اینکه تماس بگیریم با داخلینا اونم خیلی وسیع‌تره. پس اگر یه عده از ماها یه مقداری حاضر بشیم که ریسکی بکنیم در یه جاهایی برای زندگی مون، یا یه مقداری حداقلی خرج بکنیم برای آینده کشورمون و برای آینده نسل بعدی، کشورمون آزاد میشه. ولی مشکل ایرانیان در گذشته تا به حال این بوده که عدم اعتماد به یکدیگر و زود باوری که با هم دیگه جمع بشیم تا بلند بشیم من در گوش اون یه چیزی بگم علیه اون یکی پروی اون قبول کنه. خب چیز ایرانی بوده. اگر این چیزها رو ما واقعا بدونیم که نباید به این طور، به این سادگی، به خصوص علیه افراد و بگم بهش 28 میلیون دلاری یارو که باید نشسته و برده بیرون، اونم فورا باور کنی که آره برده بیرون، اینا تام شد را وقت زندگیش هم نبینه که امروز توی یه آپارتمان با دخترش توی جایی که 3 اتاق زندگی میکنن، 4 اتاق در واقع، نارخوری و یه جای کوچک به اسم سالن و 2 اتاق خواب و این تمام داراییشه. این ندونه و باور نکن، فکر کنم که الان این میلیون ها داره و با هم دیگه تو خیابون که میریم سلام از اون دور بکن و روشو برگردن به که این دوزه رفت. اگر طوری ما با هم دیگه نگاه کنیم و به این سادگی هیچ وقت نمیتونیم کشورمون نجات بدیم. اگه واقع بینانه و درست بررسی کنیم، تحقیق کنیم، وقتی مطمئن شدیم دیگه بذاریم این چیزها رو کنم و ببینیم علاقه داره به ایرانیان فراوانی هستن از چپ تا راست که علاقه دارن که ایران آزاد بشه و اونطور دیدمونم نبندیم به اینکه این پیروز تو حزب کمونیست بوده فکر میکرده اون از اون طریق کشورش آزاد میشه. حالا فهمیده که اونا دنبال یه چیز دیگه بودن، این هم دنبال یه چیز دیگه است، عقایدشو، عقاید اقتصادی و اجتماعیشو برای خودش نگه داشته ولی به اونا نیست. من میتونه باشه، من هم همینطور، من هم عقایدم رو نگه داشتم و کسی نیستم، میخوام کشورم نجات پیدا کنم. گول خوردیم هممون، من تنها نیستم که امریکایی اومدن گفتم ما برنامه داریم ایران آزادش کنیم، آقای رضا پهلوی آقای آهی رو فرستادم با من صحبت کنه و دیگران، اینا من بلند شدم رفتم به علت اعتمادی که به اونا کردم. همه ما از این تجربیات داریم و اکثریت غریب به اتفاق اون میهم پرستیم و میخواییم ایران آزاد بشه. خب بیاییم با هم دیگه دست بدیم دستی مثل ایشون و من که الان هم دیگه رو برای اولین بار داریم میبینیم روی صفحه تلویزیون. خب جناب گنجی، بنابراین با صحبت هایی که شما کردید شما هنوز امیدوار هستید که بشه با یک همکاری وسیع و گسترده بین تمام کسانی که به مردم ایران و به کشور ایران فکر میکنن به وجود آورد این همکاری رو، و در ضمن خاطرتون هست در اون زمان امکانات بسیار محدود بود، خمینی در پاریس بود و هر شب یک نواری رو اینا پر میکردن، صبح اینو میدادن به یکی از مهمانداران هواپیما یا مسافران ایران ایر ببرن به تهران، بعد اون رو در تهران میبردن تکثیر میکردن و در بین مردم پخش میکردن. الان شما در امریکا هستید و من در سوئد و از طریق یک تلویزیون ماهواره‌ای داریم روبروی هم صحبت میکنیم و هموطنان ما در قم، کاشان، شیراز، اصفهان، تهران، پاریس، لندن همه دارن فرمایشات شما رو گوش میکنن. بنابراین ما امکانات بسیار فراوانی داریم برای اینکه با هموطنانمون و با خودمون در ارتباط باشیم و من برمیگردم بر سر همین موضوع، با توجه به این امکانات و با توجه به اینکه شما البته خب گلگی هایی کردید از کسانی که نسبت به هم دیگه به هر حال بیمهری کردن در طی این سالها و بر اساس قضاوت های نادرست ارتباطات خودشون رو محدود نگه داشتن، ولی
باز در تایید فرمایشاتتون امروز بسیاری از ایرانیان، بسیاری از کسانی که تا دیروز شاید حاضر نبودن با هم گفتگویی بکنن، الان در جلسات مشترک می نشینن، در پانل های تلویزیونی می نشینن و با هم گفتگو می کنن و صحبت می کنن. و من مطمئنم که شما اطلاع دارید که اقدامات زیادی الان در حال انجام برای نیروی ائتلاف. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دیروز گفته است که مخالفین ما در خارج دارن با هم دیگه وحدت می کنن و این خطر جدی است. بنابراین با توجه به این شرایطی که پیش اومده، سوال آخر من از شما باز برمیگرده به نوعی به همون پرسش قبلیم که شما اگر بخواهید از بسیاری از نیروهای اپوزیسیون دعوت بکنید که بیایید و با هم ضمن حفظ مواضع سیاسی که دارید، ایدئولوژی هایی که دارید، اما برای گذر از این رژیم، برای کنار زدن این رژیم و ساختن یک حکومت جدید، چگونه میشه با همدیگه ائتلاف کرد؟ شما چه اصولی رو مهم میدونید که همه این گرایشات، مشروط خواها، جمهوری خواها، پادشاهی خواها، چپ ها، سوسیالیست ها، لیبرال ها، بر اساس اون یکی دوتا اصول اساسی تا بعد از سرنگونی و ایجاد یک مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی بتونن در کنار هم قرار بگیرن و این دوران گذار از این رژیم و این حکومت رو پشت سر بگذارن، این اصول از نظر شما چی میتونه باشه؟ جمعون کن مهمترینشون احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی. اگر ما، یعنی وقتی میگم احترام به حقوق بشر و آزادی اساسی، یعنی که من و شما که در مقابل هم هستیم، من به حقوق شما واقعا احترام بذارم، از راز این که فکر میکنید، برداشتی دارید، نظر سیاسی دارید، نظر اجتماعی دارید، نظر اقتصادی برای جامعه دارید، به نظر شما، به نظریاتتون احترام بذارم، با اینکه ممکن باش موافق نباشم از راز برداشت سیاسی، ولی براتون این حق و قائل باشم که نظریاتتون داشته باشین و ابراز بکنید و مردم هم حمایتتون بکنم، حمایتتون نکن، این بسی به نظر مردمه. بنابراین به حقوقتون احترام بگذارم. اگر این رو قبول بکنیم که خیلی از ماها متاسفانه در گذشته این کار نمی کردیم که می گفتیم اون کمونیسته، اون یکی سوسیالیسته، اون یکی شاهیه، اون یکی جمهوری خواهه، اینا خودمون از همدیگه جدا می کردیم. اگر این رو بذاریم کنار، با هم می تونیم برای آزادی کشورم و برای برقراری نظم جدیدی در کشورم که مبتنی باشه به دموکراسی و کثرت‌گرایی و حقوق بشر، بر این اساس با هم دیگه میتونیم، خیلی هممون میتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم و میتونیم همکاری بکنیم و به این سادگی هم به هم دیگه تهمت دزدیونه نزنیم. اگه داریم چه سندی، رقمی، چیزی بیاریم وسط، مطرح کنیم، راجب من داریم بیاریم توی تلویزیون بگین، اون هر که داریم راجب من یکم داریم بیاریم بگین، اما اگه نداریم بی خودی نرین روی که یارو یه چیزی گفت این دوز زمان حال دوز شد. اینا رو بذاریم کنار، احترام بگذاریم برای همدیگه و خلبته میتونیم با همدیگه جمع بشیم. اگه بکنید، ما در سازمان درفشکاویانی سال دوم آغاز کارمون در پاریس یه چیزی نوشتیم، جمعاً 8 نفرمون نشستیم کار کردیم، زنده یاد دکتر رضا مظلومان هم یکی از اون افراد بود، چون نیست بای احمدی هم یکی از اون، ما در سازمانمون 7 نفرمون رو در خارج ترور کرد جمهوری اسلامی، 7 نفرمون رو در خارج. من متاسفم وقتی ایرانی ها میبینم این سازمان های ایرانی صحبت چیز میکنم، اصلا اسمی از اونها نمیاری، از بای احمدی کی اسم میاره؟ از بلیزاده کی اسم میاره؟ از سیروس الهی کدومتون میاری اسمش؟ همینطور 7 نفر از ما رو، از آیت الله که در هامبورگ بود، الان اسمش میاد، با شریعت مداری همکاری داشت، سالها در خارج زندگی کرده بود، اعتقاد داشت به دموکراسی، به کثرت گرایی، به حقوق بشر، با ما کار میکرد. به محض اینکه زنش متاسفانه مادر زنش مریض بود،
اهل تبریز بود، زنش رفت به ایران، زنه رو بعد از خانمش رو بعد از 4 روز در سال جواب اینا سکته کرد، مرد. این میخواست بره به ایران، من اصرار کردم آقا نرو میکشن تو رو، اصرار کردم، بلند شد رفت ایران. وارد ایران شد 24 ساعت 48 ساعت بیشتر نکشید که کشتنش در همون تبریز، آیت الله بایزی. مظلومان، رضا مظلومان همکار من بود، سازمان من بود، من رو بردمش دانشکده حقوق، وقتی من رئیس دانشکده حقوق بودم استادوار شد، من کردمش معاون دانشکده حقوق، سرپرست دانشجو، من کردمش معاون وزیر آموزش پرورش، با من 3 سال 2 سال و نیم با ما بود، ترورش کردم. چند نفرتون اسمشو میاری؟ اصلا چرا اسم اینایی که خدمت کردن برای آزادی ایران همه شما همه مونده، از کمونیست گرفته تا سوسیالیست گرفته تا مشروطه خواه گرفته تا جمهوری خواه گرفته، چرا احترام نمیذاریم به همه شون؟ تنها کسی که این کار کرد من بودم. در زمانی که پاریس بودم یه دونه تابلو عکس 30 نفرشون از گروه های مختلف، کمونیست و سوسیالیست و غیره و طرفدار بختیار و طرفدار درفش کاویانی، همه اینا رو چاپ کردم و همه جا گذاشتم، چون رشتم حقوق بشر بوده، اینا چیزی ندارم که بگم من نه، من رشتم حقوق بشر بوده. از 23 سالگی وقتی تز فوق لیسانس هم نه تز لیسانس هم بود حقوق بشر، تز فوق لیسانس هم بود حقوق بشر، چیز اروپایی حقوق بشر، تز دکتران بود International Protection of Human Rights که کتاب چاپ شده 3 دورم تجدید چاپ شده در خارج، الان در دسترس تو اینترنت همه کتاب ها رو میتونید ببینید. ما باید بیم دور هم جمع با همدیگه باید ایران رو کمک بکنیم به نجاتش، در خارج و داخل، نه داخل به تنهایی میتونه کار انجام بده نه خارج، باید با همدیگه پیوند بخوره کارمون. اینا هم وقتی اومدن در اون سال 30-40 سال پیش هم داخل داشتن هم خارج، تنها به خارج توجه نکرده بودن. جناب گنجی عزیز، متاسفانه وقت ما به پایان رسید، خواستم ازتون خواهش بکنم که با توجه به وضعیتی که الان در ایران هست 1 دقیقه پیام این رو خطاب به همیهنان ما در ایران بدید، به خصوص اون دسته از همیهنانی که این روزها بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای در میدان‌های مختلف در اعتراض و اعتصاب هستند، از کارگران هفت‌تپه صنایع فولاد گرفته تا معلمان، کشاورزان، پرستاران و همه کسانی که امروز تحت فشار معیشتی و تحت فشار سیاسی و اجتماعی از سوی رژیم هستند. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی تشکر می‌کنم. خب همینان، شما ایران متعلق به شماست، اینا کاری نیستن که اونجا نشستن آخوندی که عمامه گذاشته و این اداها رو در میارن برای ما تعیین تکلیف میکنن برای شما که چی کار بکنی چی کار نکنی، چند تا زن میتونی باشه داشته باشه و سیغه چطوری انجام میگیره، از این مزخرف ها رو بودن تو مملکت ما. زن و مرد با هم دیگه مساوی هم برابر هم. هیچ کسی حق نداره بگی که من به علت اینکه مردم حقوق بالاتری دارم تا از یک زن، و تمام این 40% که امروز در فقر و فقر زندگی میکنن همون اندازه حق دارن به مملکت ایران و به آنچه که ایران میتونه در دسترسشون بذاره، که شماها که توی ماشینهای عجیب و غریب زندگی میکنید، تو کاخهای عجیب و غریب زندگی میکنید، شما اومدین که برابری رو در ایران برقرار بکنید، شما اومدین گفتین که اتوبوس آزاد، غذا یادم چیزای درست کرده بودین، گوشت‌فروشی‌های اسلامی
گوشت نصف قیمت سایر قصابی ها میدادید. شما اومدیم ببینید چه وضعی امروز برای مردم ایران درست کردید. این فقر عجیبی که همه دنیا راجبش صحبت میکنه شما ها درست کردید. چرا؟ چون شما یه داردسته دزد هستید. شما دزدیدین، چاپیدین با عمامه. خودتون رهبر اسلام قلمداد کرد. شما بی سوادا مملکت ما رو گرفتین به این روز انداختینش. این مردم سادلو هم در اون زمان شما رو باور کردن. امروز دست ماها باید دست به دست هم بدیم و شماها رو بندازیم از این مقاماتتون بیرون. اونایی که اون که دزدی کردین اینا باید بریم جواب پس بدیم، پولا رو بدیم. حسابای خارجتون در روسیه، در چین، در هر جا هست باید بسته بشه، پولا بیاد به ایران و الا از ایران نمیتونی تکون بخوری. ما باید با هم دیگه مردم ایران آزادی خواهان خود داخل و خارج باید آزاد شد و هیچ احتیاج نداریم به اینکه خارج پشت ما بیاد وایسه. ما خودمون اگه پشت هم دیگه باشیم میتونیم کار رو انجام بدیم. چرا؟ در کشورهای مختلف هستیم، افرادی هستیم که رأی میدیم در اون کشورها، میتونیم به دولت اون کشورها فشار بیاریم که کمک بکنن که ایرانیان بتونن این کار رو به خوبی خودشون انجام بدیم. ممنون جناب گنج عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردید و نقطه نظراتتون رو با همیانان ما در میان گذاشتید. ازتون بار دیگه سپاسگزاری میکنم. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، به وقت پایانی برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای دکتر منوچهر گنجی از همه شما عزیزان تا فردا خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید.